هیئت سازمان همکاری کشورهای اسلامی در ادامه دیدارهایشان با سرپرست وزیران خارجه، تحصیلات عالی و معارف امارت اسلامی روی موضوعات گوناگون از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. سازمان همکاری کشورهای اسلامی در صفحه کاربری اکس خود نگاشته است که تحصیل با اجماع علمای امت برای زن و مرد فرض است و این سازمان آماده هر گونه همکاری در زمینه آموزش با امارت اسلامی است. خود ما مثلا علمای کرام داریم، استادای پنتون هستند که یک مکانیزم خاص یعنی جور شود تا از این بنبست برایم. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی میگوید در دیدار مقامهای امارت اسلامی با این هیئت برایشان اطمینان داده شده است که ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان دائمی نیست و برای بازگشایی دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها کار جریان دارد. آنها فکر کرده بودند که یعنی پروسه تعلیمی شاید مسدود شده باشه یا ممنوع، ولی اونطور نبوده و مسئولین در بخش‌های مختلف برشان وضاحت‌های دادند که این به تعجیل افتاده یا به تعلیق در آمده که پس آغاز میشه و ما سر پروسه و مکانیزم کار میکنیم. از سوی هم معین سیاسی وزارت خارجه با رئیس صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و روی ادامه کمک‌ها در بخش‌های صحت، آموزش و آب صحی در کشور گفتگو کردند. نموولی زیاده کړ دوی به تر 2040 کال پورې 40 میلیونه خلکو ته په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د پولیو پروګرام لالارې د روان کال تر پای 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین، 15 میلیونه ماشومانو ته د ښوونیز توکي او 1 میلیون ماشومانو ته د چلو پاکي او بورسوي. عباس استانگزی در این دیدار تأکید کرده است که اکنون زمان آن فرا رسیده است تا جامعه جهانی و کشورهای همسایه دور هم جمع شوند و به حمایت از افغانها تلاش کنند.